برادر خاره عزیز مهمون عزیز هفته گذشته ما که حالا میداشت این تو برش شریش دیگه این صدا در مورد عیسی مسیح گفته که من شما رو یتیم نمیذارم و روح خودم رو برای شما میفرستم حالا نمیدم چقدر تو این هفته این کلام با قلبتون صحبت کرد و تثیر رو روی شما گذاشت معمولا هر کلامی که ما میشنویم موعظه هایی که میشنویم تعلیم هایی که میشنویم یا کتاب هایی که ما میخونیم اگر این کلام در زندگی ما تسلط نداشته باشه زندگی ما تغییر نکنه دیگه فایده نداره بهترین موعظه بهترین کلام که بشنویم و روشش رو ندونیم که چطور میتونیم این کلام رو زنده کنیم در ما دیگه فایده نداریم فقط این کلام بود کلام موند و شاید از طریق بگم که دانش میتونیم از کلام خدا خیلی چیزایی یاد گرفته باشیم فقط تأثیر نمیذاره و زندگی عوض نمیشه یعنی زیباترین چیزی که در مسیحیت وجود داره که من عاشق همون مسیح هستم اینه که میبینم که چطور کلام خدا اگه درست برداریم درست رفتار کنیم زندگی ما رو میتونه عوض کنه و زمانی که نگاه میکنم 20 سال یا سی سال پیش که من کی بودم و سال به سال چقدر کلام کلام و خدا زندگی من رو عوض کرد اینه که واقعا زنده بودن عیسی مسیح رو در خودم و همینطور هم در بقیه هم همینطور میبینم افرادی که میان توی کلیسا چطور کلام رو میشنون و با یک صورت خیلی عمیق یا نه عمیق نه تاریک یا میگم غمگین آمدن چطور کلام و خود و زمانی که میشنوم نور میاره زندگیشون عوض میکنه فقط این یه چیزی هست که دایما باید ما ادامه بدیم و یک معزه باید ما رو به یک چشمه هدایت کنه و این چشمه روح القدسه الان توی این تقریبا فکر میکنم دو ماهه که ما در مورد روح القدس صحبت کردیم تو این وسط ها هم همینطور در مورد اتحاد اعضای کلیسا اتحاد مسیح ها چطور میتونیم به این اتحاد برسیم صحبت کردیم فقط اصل مطلب اینه که هر کاری که میخوایم بکنیم که به موفقیت برسیم بدون روح القدس غیر ممکنه روح القدس کلید ماست که ما اینجا احتیاج داریم به این خاطر عیسی مسیح زمانی که شاگردانش رو ترک کرد و رفت گفته که شما رو یتیم نمیگذارم نزد شما میام یعنی عیسی مسیح با این حرف خودش میخواد بگه که ببین بدون من هیچ کاری نمی انجام بدیم یا بدون روح خودم روح القدس نمیتونین جا موفق بشین نمیتونین قلب بیابین نمیتونین پیروز بشین روی تمام افکار جن، جنسی یا جسمی شماست یعنی انسانت کهنه شما احتیاج به روح القدس دارین و هفته گذشته سعی کردم یکم زنده تر به شما این پیام رو برسونم چقدر روی القدس زنده هست و هم دوست داره با ما روز به روز ملاقات داشته باشه نفوذ داشته باشه در زندگی خودمون و خدا را شو که معمولا ما بعضی وقت هم هست که اشتباهی که بعضی وقت ما میکنیم اینه که زمانی که کلام خدا رو میشنویم مثال میگم در مورد محبت کردن مثال میگم در مورد قدوسیت زندگی کردن و اینجا هم دعوت میکن که یا هستن که میخوان افرادی هستن که میستن میگن که من بله من میخوام واقعا من میخوام این حیاتو من میخوام زندگی مقدسی داشته باشیم یا من میخوام همینطور با محبت زندگی کنم فقط زمانی که میشنویم و میایم اینجا دعا میکنیم و برمیگردیم میگردیم فکر میکنین الان مثلا ما دستگذاری میکنیم و دیگه اونجا الان یک چیزی منتقل شد الان شما عوض شدین نه اینطوری نیست عزیزان بلکه و بعد از این میرین و فکر میکنین فکر میکنین با قدرت خودتون الان میتونین قدم هایی وردارین یا, یا میتونم بگم میشینین اونجا و میگی کسی از امروز به بعد خداوند شما شما میکنین نوشتن یک دو سه چهار چه چیزهایی میخواین زندگیتون رو عوض کنین چیز بعدی نیست اشتباهی نیست فقط همه چیز رو بدون حساب کردن ما رول قدس میکنیم ما سو از امروز به بعد زندگی من میخوام عوض بشه از امروز به بعد میخوام این کارا رو بگذارم کنار میگم که اشتباه نیست دنیا هم این کارو میکنه فقط ما باید یاد بگیریم بدون روح کاری نمیتونیم انجام بدیم روح خداست این کلید اصلی که میتونه تو رو زندگی تو رو عوض کنه من فکر میکنم من خودم خیلی در این قسمت اشتباهاتی کردم خیلی زیاد و بعضی وقتم که شریعتی شدیم بعضی وقتم خیلی مذهبی شدم یا فکر کردم الان با قدرت خودم باید چیزها رو عوض کنم در زندگی خودم عوض کنم عیسی مسیح در رومیان باب 8 آیه دو اونجا نوشته زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی ما را از شریعت گناه و موت آزاد گردانید زیرا که شریعت روح حیات در مسیح این روحی که در مسیح یک،, یک،, شریعت داره یک،, یک،, شخصیت داره یک رفتار داره یا شان میتونیم بگیم دی این ای داره که ما رو آزاد کرده از شریعت گناه و شر، از،, 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 شریعت گناه و مد ما رو آزاد کرده ما الان زمانی که و قبل از این آیه میگه که هیچ،, هیچ داوری یا هیچ قصاصی یا هیچ محکومیتی نیست برای کسانی که در مسیح هستند چون زمانی که مسیح به وسیله رول در ما قرار میگیره یک اینجا نوشته شریعت روح حیات ما به دست میاریم و این حیات رو که در روح ما منتقل شده این حیات رو باید یاد بگیریم زندگی کردن اون موقع هست که من آزاد میشم از انجام دادن شریعتی که تو کتاب مقدس نوشته شده یعنی در این روح خداست که حیات مسیح هست که ما ما دریافت کردیم و در این در این شریعت یا شریعت روح حیات ویژگه های شخصیت ایسای مسیحه و من باید یاد بگیرم در او زندگی کنم یه این باید دیگه خودش سمرای خودش رو بیاره با مشارکت سمیمانه با روح القدس و به این خاطر ما خیلی چیزایی هست که کلامایی هست تعلیم های زیادی هست میشنویم خدا رو شکر تو کلیسامون میبینم خدا چه فیضی بخشیده تو این زمان های آخر که عنوان شبا میتونم بگم واقعا مدیون عیسی مسیح هستم که ما همینطور کلیسا یه کلیسای نیستیم دائما همینطور یه, نو نوع موعظه بکنه بلکه رو هفته به هفته دیدیم میبینیم که خداوند چون خدای ما خدای تازگی هست میگه که نان کفاف امروز رو به ما بده و هر روز خدا چیزای, بح... جدیدی برای ما داره برای تک تک شما شخص... شخصی و همینطورم برای کلیسای ما چون خدا میخواد کلیسای ما رو و تمام کلیساها نه فقط کلیسای ما رو در سمت خودش برای آینده آماده کنه و به این خواهده باید گوش داشته باشیم و همینطور یاد بگیریم نه فقط کلام رو شنیدیم و بگیم بله و بریم دیگه شروع کنیم به انجام دادن بلکه هر کلامی هست عزیزان این رو امیدوار هستم امروز یاد گرفته بودیم باید ما رو سمت روح القدس هدایت کنه کلام خدا با روح القدس یک تیمی هستن با هم کار میکنن حتی زمانی که مثال میگم روح خدا یا کلام خدا من رو نصیحت کنه یا یا حتی گناه های من رو نشون بده این من رو میکشه سمت روح القدس که ما رو برمیگردونه به جلوی صلیب عیسی مسیح که اونجا بخشش رو به دست بیارم و آزاد بشم هر تصمیمی که ما میگیریم باید دیگه نگمیگیم خدا من فهمیدم الان من میرم بلکه هر کاری یا هر مکاشفه یا هر چیزهایی که ما به دست میاریم باید اول ما رو بکشه سمت روح با اون شریک شدم با او و راه رفتن با او همینطور که گفت شریعت روح حیات مسیح در اون قرار گرفتن اتوماتیک دیگه یواش یواش با هدایت روح القدس میتونم تبدیل بشم به اون دعایی که کردم یا آرزویی کردم به اونجا برسم الان قسمت در این قسمت ها صحبت میکنم شاید الان یکم سخت باشه من اینطوری که زمانی که دعا میکردم که و مخصوصا در مورد روح القدس که فکر میکردم چطور میتونم واقعا بیان کنم که در پیروزی زندگی کنیم کلام این گنج هایی که ما میگیریم واقعا بتونیم از این گنج ها استفاده کنیم و این نمیدونم الان روح خدا اینطوری هدایت کرده تقریبا روح القدس مثل این که مثل یک پمپ بنزین آسمونه در این دنیا فقط الان پمپ بنزین نیست بلکه پمپ روح روح همینطور که ما در این ماشینی داریم و بر حال احت... و همینطور رانندگی میکنیم احتیاج به بنزین داریم بدون بنزین کاری نمیتونی انجام بدی ماشین به درد نمیخوره بدون بنزین به این خاطر اینطوری احساس کردم که شاید یک تصویری جلوی چشممون باشه که واقعا بدونیم یک پمپ بنزین یا پمپ یا یه مکانی هست که اسمش رول و هر روز ما احتیاج داریم وسپشیم بشیم با او فقط برحال ماشین های خودمون میبریم پیش پمپ بنزین اونجا پر میکنیم و میریم فقط این پمپ بنزین دیگه با تو وس شده که دایما از اون هر چیزی که ما احتیاج داریم تغذیه میشیم و با او راه میریم و این ذات یا این یا خصوصیت های این بنزین الان برای ما الان رول قدوس میگیم او معلمه او رهبره او مددکاره هفته گذاشتم قسمتی صحبت کردم و مددجوه مداف، مدافع و همینطورم محافظت شخص, شخص،, شخص توز، شخصی تو آنجا نوشته یا خصوصیت ها این بنزین که گفتیم که روح خدا اینه که او معلم، رهبر، مددکار، مددجو، مدافع و همینطور محافظ،, محافظ شخصی توست و این بنزین، بنزین آسمانی، روح القدس برای تو چه کاری میکنه؟ الان زمانی که با او وحش شدی، با او زندگی میکنی روزمره زندگی میکنی چه کاری میکنی؟ او میکنه او تو رو هدایت میکنه اون فقط یه به تو قدرت نمیده هدایت میکنه هدایت میکنه کمک میکنه آموزش میده تعلیم میده محبت میکنه قدرت میده حکمت و راهنمایی میکنه تبدیل میکند و او او تو رو به هدف خودش ما رو میرسونه به این خاطر زمانی که این پمپ بنزین یا پمپ روح القدس رو نگاه،, نگاه کردیم ما احتیاج داریم بدون او هیچ کاری هستیم و این فقط و فقط به وسیله این زندگی صمیمانه با اوست با آگاهی و با ایمان با او بتونیم زندگی کنیم. و اینجاست که تمام این موعظه ها تعلیم هایی که ما میشنویم که تئوری الان باید به وسیله روح القدس پراکتیش بشه، عملی بشه. حواستون هست؟ با این مشارکت آگاهانه با روح القدس مشارکت صمیمانه با روح القدس تبدیل های ما به وجود میاد آزادی های ما به وجود میاد شفای ما به وجود میاد و همینطور که بدون بنزین نمیتونه رانندگی کنه بدون روح القدس نمیتونیم ما عزیزان زندگی کنیم فایده نداره که در مورد رول قدوس تعلیم های عالی بدیم و تمام نقشه های بدیم روح القدس چه کارهایی میکنه و ما چند تا سمینار هایی که اینجا داشتیم که در مورد رول القدس و عطای رول قدوس شخص رول القدس همه چی همه چی اوکی همه چی درسته فقط زمانی که تو وصل نشی به اون وابسته نشی و یا این نه وابسته بلکه این ملاقات صمیمانه با او نداشته باشی فایده نداره عزیزان الان یک زمانی هم ما زندگی میکنیم خدا ما رو در این مسیر هدایت میکنه خیلی چیزای ما یاد گرفتیم تا خیلی چیزایی هست که ما در ما کار نکرده و اینجاست که ما دور خودمون میچرخیم و این یک راه جدیدی هست که در عهد عت اتیق میبینیم در جدید جدیدم اونجا خیلی پولس در مورد راز خدا صحبت میکنه سر خدا صحبت میکنه یا این میگه که در اعتیق عت افرادی یک این،, این کاری که خداوند میخواست انجام بده میگه که یک رازی بود و الان به وسیله آمدن عیسی مسیح به وسیله آمدن روح القدس در ما و از ما فرزندانی بسازه و همینطورم هم ما رو تبدیل کنه شباهت خدا بکنه یک رازی بود که به وسیله الان این مکاشفه هایی ما بگرفتیم و روح القدس آمد این بیشتر باز شد در ابرانیان با به ده آیه 19 تا 20 اینجا میگه که پس ای برادران و همینطورم هم خواهران چون که به خون عیسی دلیری داریم تا به مکان اقدس داخل شویم. یعنی از راه راهی تازه و زنده که از میان آن اه، پرد، اه، پرد، از ما پرده که بدن اوست بر ما گوشاده شده است. یعنی دوباره میخوام یعنی از راهی تازه و زنده که از میان آن پرده که بدن عیسی مسیحه که اینجا ما الان میتونیم وارد این قدس و لغداس بشیم الان باید نگاه کنیم که زمانی که عیسی مسیح روی صلیب اینجا مرد کلام خدا اینجا که اشاره میکنه میگه که الان این بدن بدن عیسی مسیح که خود عیسی مسیح در این بدن خدا بودی در این بدن ساکن بود و زمانی که این بدن یا این بود انسانی عیسی مسیح به عنوان یک مانع عمل می کرد، پاره شد مقایسه میکنه به اون پرده ای که در بین قدس و قدس و لغداس بود هیچ کسی میتونست می وارد قدس و لغداس. یعنی وارد این حیاته ملاقات با خدا باشه فقط یک نفر یک چیز کاهن از ازم بود که وارد این حضور خدا میتونست بشه و شفاعت کنه هر دفعه با خون باید میرفت میرفت تو فقط میگه که الان اینجا ما میتونیم الان با دلیری وارد یک راه تازه و زنده وارد بشیم با خدا ملاقات داشته باشیم فقط و فقط به وسیله این بدن عیسی مسیح که پاره شد همزمان این پرده ای که بین ما و خدا بود پاره شد که بتونیم با او ملاقات صمیمانه داشته باشیم و راه زنده و تازه میگه که داشته باشیم خیلی ممنون شاید در این قسمت برای مهمون عزیز شاید این یکم سخت باشه فقط کلم بقیه برادر خواهرها میدونن که زمانی که عیسی مسیح اینجا روی صلیب مرد اونجا بود که کلام خدا میگه این پار این پرده ای که در قدس و لغداس پاره شد الان ما میتونیم با دریری و به وسیله روح القدس که وارد این قدس و میتونیم بشیم یک راه جدیدی هست پس یک راه تازه و جدید باید یاد بگیریم عزیزان زندگی کردن به وسیله روح القدس قبل از این ما زندگی که میکردیم حال بگم که اصلا از روح القدس از این حیات اصلا اطلاع نداشتیم بعد از این آمدیم به عیسی مسیح ایمان آوردیم روح خدا روح روح القدس رو گرفتیم و به حال بارهای گناه های ما آمرزیده شده ورداشته شده و بعد از یه مدت فقط متاسفانه دوباره برمیگردیم به روش های گذشته که با قدرت خودمون دوباره راه کهنه رو ما دوباره ادامه میدیم رفتن به این خاطر مشکل اینجا به وجود میاد که ما تبدیل میشیم زندگیمون عوض نمیشیم و خیلی مسیح های هستن متاسفانه میبینیم که هنوز با این عادت های گذشته و رفتار بعد هنوز رفتار میکنن و بعد از این هم میگیم که خیلی هستن که میگن خب این اگه مسیح چرا اینطوری رفتار میکنه پس سرزندگی شامل ارتباط سمیمانه به روح القدس هست یعنی زمانی که میخوایم زندگی در این راه جدید با روح القدس رفتار کنیم یا در این راه نو که اینجا صحبت کنیم یک یعنی با دریری وارد بشیم یعنی از راه تازه و زنده و این فقط و فقط به وسیله روح القدس به وسیله هر دفعه که میگم روح القدس معنی نیست که یا روح قدوس هست بلکه میخوام اشاره کنم با این زندگی صمیمانه هر روز با, با روح زندگی کردن با اوست که ما میتونیم تاثیر روی زندگی خودمون بذاریم و روی دنیا هم بذاریم میگم دوباره میخوام بگم عزیزان یه چیزی هست که واقعا این یک مکاشفه ای باره باید باید ما بشه چون ما خیلی زیاد در مورد رول قدوس صحبت میکنیم خیلی زیاد در مورد رول قدوس پرستش هم می کنیم شکرگزاری فقط روشش رو نمیدونیم چطور میتونم با او صمیمانه روز به روز زندگی کنم که ثمره رو در زندگی خودم ببینم هر چقدر من سعی می کنم با رول قدوس آشنا بشم و روش ها رو یاد بگیرم و صدا رو او بشنوم و همینطورم آگاهانه هر روز یعنی هیچ روزی نیست که من صبح بیدار نشم و با روح صحبت نکنم و مدیون او باشم از او رو بگیرم و اگه بدون تو اصلا نمیتونم قدم بردارم این الان این ارزش و ارزش روح القدس رو الان فهمیدم منم میتونم بگم 20 سال 25 سال 30 سال الان 30 سال تقریبا ایمان آوردم الان فقط میتونم خیلی زیاد در مورد روح القدس صحبت رو کردم روح القدس هم خیلی چیزایی به من نشون داد خیلی تجربه های خوبی داشتیم و خیلی عالی بود فقط الان یک مرحله ای هست که اصلا یکم ف... نه یکم خیلی زیاد فرق میکنه اون زمان شاید میتونم بگم با روح القدس هم راه راهی میرفتم رفتم طورم زندگی خودم رو زندگی خودم یا یعنی جسمانی خودم با فکرای خودم با عقیده خودم با غرور یا هر چیزهایی که میتونه باشه این انسانت کنه زندگی میکردم و با این دید که فکر میکنم روح خدا با ما همه چی رو هدایت میکنه فقط الان در یعنی یک زمانی هستیم که روح القدس میگه که اگه واقعا میخوایم واقعا موفق بشین و میخوایم واقعا در این زمان آخر مخصوصا که این داماد عزیز عروس خودش رو آماده میکنه خیلی آگاهی تر باید و سمیمی تر با روی خدا زندگی کنیم هفته گذشته توی فیسبوک بود یک اشاره بود که از مهاتما گاندی نمیدونم میشناسین یعنی یه وکیلی بود یک صلح طلب بود یک رهبر روحانی و یک در سیاسی بود توی هندوستان خیلی جالب این چیزی که نوشته خودش برای مسیحی نبود فقط سلطلب بود و خودش هم انجیل هم خونده بود و اینجا میگه که شما مسیحیان سندی دارید اینجا میخونم. سندی دارید که دارایی دینامیت کافی است تا کل چیز تمدد را تک تک تک, تک 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 کند دنیا رو زیر و رو کند و سر را به این جهان جنگ, زده تحمیل کند اما شما طوری با اون رفتار می کنید که آنگاه یک, یک تکه از ادبیات عدبی خوب است نه بیشتر درست خوندم درست نخوندم نسی جان بیاد اینو چه خیلی جالبه شما مسیحیان سندی دارین که دارای دینامیت کافی است تا کل تمدن را تکه تکه کند دنیا را زیر و رو کند و سر را به این جهان جنگ زده تحمیل کند اما شما طوری با آن رفتار می کنید که انگار یه تکه از ادبیات خوب است نه بیشتر مرسی جالبش اینه که دنیا متوجه میشه ما م... متوجه نمیشیم ما یک دینامیتی داریم که این دینامیت روح القدسه ما همه چی رو داریم که واقعا این دنیا رو زیر و رو کنیم زندگی خودمون هم همینطور قدرت ما نیست قدرت روح القدسه اون روح خداست که این, این دنیا رو بازسازی کرده همه چیز رو القدس میتونه انجام بده زمانی که ما جایش و مکانش رو بهش بدیم و خودمون رو سرسپردگی او بکنیم و همینطور با او در صمیمیت زندگی کنیم اون موقع هست که این قدرت رول القدس جاری میشه و خود مهاتما گاندی به اون نتیجه رسیدی گفته این کلامی که میخونم و این چیزی که توی کتاب مقدس نوشه حال میتونه دنیا رو برای دنیا سلامتی بیاره و این متاسفانه چون مسیحا از این هدیه اطلاع ندارن فقط اطلاع دارن فقط نمیتونم با اون رفتار کنن به این خاطر بهترین موعظه ها هم بشنوین بهترین تعلیم های بشنوین با هیچ اثری درستی با ما نمی هر کلامی که عزیزان من خودم اینطوری بگم هر کلامی که میخونم یا هر هر موعظه ای میشنوم اولین چیزی که میکنم میرم پیش روح میگم الان این چیزی که الان گفته شده نمیتونم الان خیلی عالیه نمیتونم بدون تو الان آمدم پیش تو تقریبا مثل این که از این, ش... از این شریعت ش... همینطور که نوشته موت و گناه میام اون طرف و میام رول قدس اینجا چسبیدم این پیام رو شنیدم الان آمدم پیش تو بدون تو نمیتونم تبدیل بشم بدون تو نمیتونم به اون هدف برسم چسبیدم به تو رول قدس تو هستی که باید در من این کار رو انجام بدین و این دیگه یک بار, مصرف نیست یعنی یک چیزی نیست که یک بار بهش بگم و خداحافظی خداحافظی کنم چون واقعا اگه زمانی که یه چیز رو میخوام میدونم میتونم به دست بیارم با مشارکت با روح القدس با هدایت روح همینطور که قبل از این که گفتم او معلم او, او رهبر او مددکاره و کمک کننده از آموزش میده تعلیم میده محبت میکنه قدرت میده چند بار بود که واقعا به یه بنبستی رسیده بودم معمولا باید سی قاطی می کردم روح که آروم کرد گفته سب کن سب کن و زمانی که خدا به تو میگه که یعنی روح خدا به تو میگه که سب کن آروم میشی قبل از این با قدرت خودت میخوای یه کاری انجام بدی پس زمانی که نه یک شخصی میگه یا شبانی میگه یا نسلی میگه یا نمیدونم مردای این دنیا بگه صبر کن فایده نداره زمانی که خدا روح القدس میگه که صبر کن من در جریانم اون موقع واقعا میتونی بشینی آرامش داشته باشی و در این دنیا به همه ما تو فشارهایی هستیم هم همه ما مخصوصا در این زمانا اتفاقاتی میفته بدون رول قدس من عصبی میشم بدون رول قدس بعضی وقت نمیتونم کنترل کنم و اینجاست که رول قدس ما رو هدایت میکنه رول قدسه که تمام در مخصوصا در زمان در زمان ضعف یا در زمان اینکه احساس خلایی کنیم یا احساس میکنیم که یه تنهای تن تنها تن، هستیم اینجاست که روح القدس تسلی میده بنا میکنه روح القدس نه برای تو محکومیت میاره بلکه تو رو از آزاد میکنه از محکومیت چقدر ما بعضی وقت خودمون رو محکوم میکنیم درسته؟ خودمون رو محکوم میکنیم اشتباه کردیم خراب کاری کردیم دوباره شکست خوردیم بعد از این به خودت نگاه میکنی بعد از این به کلام خدا نگاه میکنی دوباره شکست خوردی ای احمق کی آدم میشی و شروع میکنی با خودمون اینطوری صحبت, بک... صحبت کردن و رول القدس اون موقع میگه که هی hey, من تو رو محکوم نمیکنم بیا نزد من اونجا ساخته میشی و معمولا ما اینجا در این قسمتی که ما قرار گرفتیم زمانی که شکست رو خوردیم فکر میکنه از امروز به بعد سعی میکنم اونجا کنم این کارو بکنم اون کارو بکنم رول القدس یا عیسی مسیح رو ببخش و به حال حتی در این قسمت ها مشکل داریم خودمون رو ببخشیم خب الان عیسی مسیح ده سال ما رو بخشیده هنوز هم ما اونجا چیز کردیم اونجا یک قرار گرفتیم هنوز خودمون رو نمیتونیم ببخشیم که این هم از یک ریشه غرور میاد یعنی نمیخوای متوجه بشی باور کنی که این هستی تو فقط همون کلام خداست که زمانی که یک کسی یاد گرفته باشه سم در صمیمیت با روح القدس زندگی میکنه هیچ موقع دیگه فکر ببخشید فکر محکومیت میاد فقط بلا فاصله میدوی پیش او اونجاست که میگه من تو رو محکوم نکردم من تو رو آمدم از این محکومیت آزاد کنم و بلافاصله به به صلیب عیسی مسیح نشون میده بلافاصله اون موقع توبه و بازگشته بلافاصله عشق عشق رول قدوسه که رول قدوسم عاشق منه و میخواد من رو بنا کنه و اونجا من بنا میشم و شما بنا میشین و اونجاست که زمانی که نگاه میکنیم در این انسانت کنه میتونیم همه چی رو رها کنیم میگیم خدا من مرسی هر روز میتونم با تو راه برم هر روز میتونم چیزایی یاد بگیرم و زمانی که روح خدا مسلمه به ما قدرت میده روح قدوس به من قدرت میده که بتونم غلبه بیابم روی تمام مشکلات روی تمام گناه ها و هر چیزایی که هست قدرت نمیده که بتونم زندگی خودم رو انجام بدم قدرت میده که زمانی که نگاه میکنم در زندگی من یه جای است یه وابستگی دارم و اینجاست میگم روح قدوس من آمدم اون ام بدون تو نمیتونم آزاد بشم و اونجاست که قدرت میگیرم و باور میکنم در این صمیمیت مطمئن هستی که به تو کمک خواهد کرد زمانی که صمیمی نیستی باور نمیکنی میکنه یا نمیکنه زمانی که کنارش هستی با او زندگی کنی با او نفس میکشی با او رفت, رفت با او قدم برمیداری شاید صداش نشنوی و تسلیه های او رو متوجه میشی میدونی که زمانی که میگم که خدا من در این قسمت مشکل دارم در این قسمت باید عوض کنی و مطمئن هستم با, با منه و این قدرت به اختیار من گذاشته از این پمپ بنزین استفاده میکنم که قدرت بگیرم که خلبه بیابم جایی که باید دهنمون ببندم جایی که به من ظلم شده باید دهنمون ببندم اونجا احتیاج به قدرت هست که پشتش محبته که بتونی دهنتو ببندی چند بار بود که دهنتو نتونستی ببندی و دوباره شروع کردی به چیز کردم بعد از یه مدت میبینی که این هستم دیگه خدا منو اینطوری خلق کرده ببخشین این خدا تو اینطوری خلق نکرده شاید یکم تمپرامنت داری و دهنت میتونه به وسیله سمیمیت زندگی سمیمیت با رول قدس میتونه عوض بشه ما میتونیم غلبه بیایم روی هر مشکلایی هست هر فشارهایی هست اینجاست که روح به تو کمک میکنه همینطور هم روح هم میبینم که خدا دست خودت رو بر و میبره روی صلیب اونجا تو رو میکشه با تمام بگم که گرفتاری های تو هم زمانم از مردگان تو رو برمیخیزه میکشن منظور من اینه که یه جایی هدایت میکنه که هر جایی هر چیزی که در زندگی تو هست که زندگی تو رو تلخ میکنه و زندگی تو رو شادی تو رو میدوزده و حیات تو رو میدوزده این چیزایی که هست اینا رو میکشه که آخر تو رو همینطور که عیسی مسیح از مردگان برخیزانید رول قدس بود همینطور هم تو رو دوباره زندگی کنه همینطور هم به تو کمک میکنه روح القدس همین عیسی مسیح که میگه که هر کسی میخواد شاگرد من بشه صلیب خودش رو ورداره و من پیروی کنه درسته روح القدس که عزیزان کمک میکنه صلیب رو ورداری روح القدس که کمک میکنه این صلیب رو که ور میداری که با صبر بری بدون غور بدون شکایت بدون فوش بدون چیز رفتارای زشت در این دنیا ما میگیم که مردم همدیگر رو شکل میدهند دوستای تو هر کسی الان با آشنا میشیم با اون صمیمی در صمیمیت باشی اون روی زندگی تو تاثیر میذاره و اینجا نوشتم مردم همدیگر رو شکل میدهند سوال اینه که به چه کسی تو اجازه میدهی تو رو تحت تاثیر خود قرار بدهد چه کسی تو را تحت تاثیر قرار میدهد یا در زندگیت نفوذ دارد اتوماتیک ما تحت تاثیر این میافتیم و زمانی که در مورد این قسمت فکر میکردم که همین که رول قدس مددکار کمک کننده هست معلمه و دیدم که این یک مثل پیشنهادی هست هر چقدر واقعا زندگی تو اجازه بدی در این بر این زندگی صمیمی با روح داشته باشه این است که میتونم بگم روی زندگی تو تاثیر میذاره این زندگی صمیمانه با روح قدسه که فکرای تو رو عوض میکنه دید تو رو عوض میکنه رول هیچ موقع چیزهای بدی و و همینطور محکوم کننده با تو صحبت نمی کنه با رول قدوس یواش یواش یاد می گیریم عزیزان درست صحبت کردن خیلی چیزهایی هست که فرمودوس یاد میده شرمنده میکنه حتی یه زمانی هم بود که سالها پیش بود اه، که اینطوری فکر میکردم در مورد این ذهنایی که ذهن بعدی که من دارم و و بعد از اینجا روالقدس گفته که الان رفتار درسته فقط هنوز ذهن تو درست نیست و بعد از این گفته که من میخوام مثل من باشی ذهن من در مورد تو بد نیست چیزی که من در مورد تو فکر میکنم من میخوام مثل من باشی و از اون موقع متوجه شدم که معمولا ما فکر میکنیم بله خدا در مورد من این فکر میکنه دیگه فقط دیدم که روی خدا میگه که ببین فکرایی که من برای تو رو هم مثبته میبینم اشتباه کردی خرابکاری کردی فقط من مثبت در مورد تو فکر میکنم میدونی این چیزایی هست که تحصیل میذاره اگه مثلا الان برم پیش نسیم و نسیم میگم اون نسیم میگه خب باشه حق هم داری دیگه مثلا نسیم اشتباه میگه خرابکاری میکنه این میکنه شاید اینطوری با هم صحبت میکنیم یا منم میگم یا میتونم تو رو درک کنم فقط زمانی که روح خدا میگه که ذهن من در مورد مثبت بعد اونجا میتونی خجالت بکشی بگه که ای خدا پس ذهن من رو مثل خودت بکن اینجاست که تحت تاثیر میذاره این ملاقات صمیمانه با روی قدسه که چیزای منتقل میکنه که ابدیه، روحانیه، الهیه و این چیزهایی هست که زمانی که با اون این ملاقات رو داری تو رو عوض میکنه. یادتون هست در دوم قرط غور... دوم ها میگه که ما با چهره باز چی میکنیم؟ به جلال اون نگاه میکنیم. جلال ایسا و از جلال به جلال متبدل میشیم به وسیله روح ادامه آخرش میگه که به وسیله روح انجام میشه اینجاست که در این صمیمیاته که زمانی که با او میام با او ملاقات دارم با چهره باز با دریری که وارد این قدس و میشم یعنی در این حضور عیسی مسیح میشم اینجاست که زیبایی رو شکل او رو یا شکل زیبایی شخصیت او رو و رفتار او رو فروتنی او رو محبت او رو اینه که منو عوض میکنه چون من باید یک روبروی داشته باشم که ببینم کی چی باید بشم به چه چیزی باید تبدیل بشم من برای این, این آیه هفته ها من دعا میکردم خدا من این مکاشفه رو به من ببخش من میخوام بدونم این پتروپولوس که اینو میگه معنیش چیه واقعا مثل گنج دنبالش رفتم این برای من باز بشه قسمت به قسمت ها الان که رول قدس همینطور اینا میگه اینه با چهره باز با دریری میتونی بیای در قدس الاغداس و, و من ملاقات داشته باشی به وسیله روح و منو ببینی زیبایی منو جلال منو شکوه منو ببینی فروتنی منو ببینی اقتدار منو ببینی و زمانی که نگاه میکنی این نگاه کردنه که تو رو تبدیل میکنه از جلال به جلال و زمانی هم که روح قدس روی من تاثیر میذاره یا روی شما تاثیر میذاره مثبت تاثیر میذاره اتوماتیک شما شروع میکنید تاثیر گذاشتن روی دیگران درسته؟ فقط حرف نمیزنیم بلا 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 یا کلام خدا شروع کنیم بعضی و با کلام خدا فقط همینطور می توش... چی میگن؟ میندازیم روی هم دیگه اینجا باید عوض بشه، اینجا باید عوض بشه، فقط این و, و فقط میتونم بگم عزیزان به وسیله رول قدسه و رول قدسه که همینطور هم در زمان هم که واقعا دردی داریم و زمانی که واقعا توی فشارا میفتیم اینجاست که میگه که و زمانی که میگه که و نه این در, با در رومیا باب پنج از آی یک تا پنج فقط این قسمت رو میخونم و من و نه این تنها بلکه در مصیبت ها فخر میکنیم چون که میدانیم که مصیبت ها صبر را پیدا میکند و صبر امتحان را و امتحان امید را و امید باعث شرمساری نمی شود زیرا که محبت خدا در دل های ما به روح قدوس به ما عطا شده عطا شده ریخته شده است به وسیله اینجا که میگی که به وسیله روح القدس یعنی حتی زمانهای سختی هم که عبور کنیم فشارهایی هم میاد ناعدالتی بشه به ما و تو 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 مشکلهای گناگو بیفتیم این بگم که این ملاقات سمیمانه با روح قدسه که به تو میگه تحمل کن سب کن و این محبته که باعث میشه که تو امیدوار بشی و بدونی که یک روز چیزای عوض خواهد شد در رومیان به 8 آیه سیزده تا چارده میگه که زیرا اگر بر حسب جسم زیست کنیم هر آینه خواهید برد زمانی که با در مورد ایماندارا صحبت میکنه یعنی زمانی که تو با قدرت خودت بدون روح القدس بدون ملاقات با خدا روح القدس شروع کنی زندگی کنی با قدرت خودت زندگی کنی با قدرت خودت سعی کنی زندگیت رو عوض کنی چی میگه خواهید مرد هر آینه خواهید مرد لیکن اگر افعال بدن را به وسیله روح بکشید همان خواهید زیست به وسیله کی بکشیم رول به این خاطر می میگن رول که زمانی که عیب هایی در توست وابستگی های تاز ریشه های بدی در توست اینجاست رول قدس همینطور که گفتم میره میبره تو رو صلیب و تو هم میگی که بله رول من منو ببر منو ببر روی صلیب من میخوام بمیرم من میخوام این آن که کنه این چیزی که منو خراب میکنه شادی منو میدزده من میخوام بمیرم رول میبره بالا و اونجا به حال اونجا با عیسی مسیح با مرگ عیسی مسیح متحد میکنه و میمیرم بعد از این دوباره من رو برمیخیزانه میخیز بر و اون موقع هست که زیست میکنم و آخر اونجا آیه 14 میگه که زیرا هم همه, کسانی که از روح خدا هدایت میشوند ایشان پسران خدا هستند آرزو من عزیزان کلیسای آلفا -ومیگا. کلیسای افرادی هم که گوش میکنن یا میبینن آرزو من برای خودم میتونم بگم این راهی است که من خودم روزانه هر روز میرم اونجا چیزی دیگه برای من وجود نداره و آرزو من اینه که واقعا این مکاشفه بشه در زندگی ما که بدون روح القدس بدون این سمیما زندگی سمیمانه با روح نمی نمیتونیم روش کنیم نمیتونیم درست تبدیل بشیم خدا ما رو خوانده در این قدس و تبدیل بشیم ما ما میتونیم با دلیری بریم همه چی ربطی به ایمان داره فقط و فقط به وسیله ایمانه باور بکنین رول القدس منتظر توست که تو رو تبدیل کنه رول القدس در من دو ماه پیش بود که یا یک ماه نیم پیش بود که موعظه کردم گفتم مهمترین شخص در این دنیا کیه برای تو روح قدسه، هیچ موقع عزیزان زمانی که در این صمیمیت باشیم به قول میدم هیچ موقع احساس تنهایی نخواهی کرد هیچ موقع بندازن تو زندان تنها نیستی جلال خدا تو رو جلال روح قدس تو رو پوشیده هیچ احساس منفی نمی کنین. این یه گنجی هست خدا به ما بخشیده به این خاطر عیسی مسیح میگه من شما رو یتیم نمیذارم من روی خودم رو برای شما میفرسم روح القدس گنجی هست که تو باید آن را طالب طلب کنی در جستجوش باشی پیدا کنی و با او زندگی کنید دوباره میگم روح القدس عزیزان برادر خاره عزیز میمونای عزیز هنوز شاید عیسی مسیح رو اینطوری نمیشناسین فقط همینطور مطمئن هستم همینطور که خودتون شروع کنید بگین که رول قدوس من نمیفهمم چی میگه این مرد تو با من میتونی بری نمیدونم من میخوام متوجه هستین به طلبید گنجی یه گنجی تو پیدا نمیکنی نمیتونم الان باشه برم ببینم شاید یه چیزی پیدا می. یه گنجی یعنی یه چیزی هست که واقعا دنبالش هستی و میدونی یادتون هست در متاوب 13 میگه که ملکوت پادشاهی خدا مثل یه گنجی هست یا یه گنجی از یه کسی رو یه کسی برداشته او رو پنهان کرده و یه کسی که پی... پیدا کرده رفته هر چیزی که ف... داشته فروخت و گفته این گنج رو میخوام الان چیزای تعلیم های مختلف هست فقط برای من رول قدوس واقعا یه گنجی هست اون نخواهد آمد تو باید دنبالش بشی تو این نیاز رو باید داشته باشی من میخوام من اون رو میخوام من اون رو میخوام مهمترین چیزی از در این دنیا من میخوام زندگی من خانواده من خانوادگی من و همینطور کار من هر چیزی که هست میگذارم کنار رول قدوس تو رو میخوام این این اشتیاق باید باشه مثل اینکه هوایی هست که نکشی دیگه میمیری واقعا به شما میگم بهتر من بمیرم از اینکه که بدون رول قدس زندگی کنم رول قدوس دوباره میگم گنجی هست که تو باید آن را با تمام دل طلب کنی در جست و جوش باشی پیدا کنی و با او زندگی کنید رول قدس شاه کلید زندگی روحانی و و هر روزه توست شاه کلیدیه اونو داشته باشی واقعا میتونی بگیم هیچ دری وجود نداره هیچ مانعی وجود نداره هیچ بمبستی وجود نداره که وارد بشی او نتونه حل کنه به این خاطر آرزو من برای من برای کلیسامون همون هم اینه که واقعا این راز رو پیدا کنیم فقط در مورد روح قدوس صحبت نکنیم بلکه شروع کنیم ملاقات داشتن اگه این و به شما میگم اینطوری نیست که مثلا پرپ میکنیم میخوام درست متوجه بشیم و الان درست هستی و یهو اونجا میاد میگه آها من منتظر تو هستم الان خدا رو شکر تو آمدی پیش من منصوری نیست جدیت هست. جدیت میگم فکر میکنم تو باید مشخص بشه چقدر واقعا او رو میخواهی. من ماه هاست شاید بگم سال هاست حتی یک سال دو سال ایمان شده بودم یه ویدیوی دیده بودم از بنی هین بود که در مورد رول صحبت میکرد واقعا اونجا تل... جلوی تلویزیون اونجا زانو بودم گفتم تو رو میخوام تو رو میخوام من میخوام با تو یاد ب... از تو یاد ب... نه یاد بگیم من میخوام اه... چیز اه... با تو آشنا بشم سی سال طول کشید و تو این خیلی درس هایی یاد گرفتم خیلی چیزای تجربه های داشتم فقط الان کلا میتونم بگم وارد یک بودی دیگه شدم و نمیخوام از اونجا بیام بیرون من میدونم از این بودی بودی یه جای دیگه هم هست که خدا ما رو هدایت میکنه در این کلیسا زمانی که مطمئن هستم عزیزان زمانی که واقعا کلیسامون به این جایی برسه واقعا روح خدا ما رو هدایت کنه تک تک شما رو هدایت کنه اینجاست که اون موقع معجزه ها انجام میشه اونجاست که جلال خدا دیده میشه دیروز ما از صبح دعا میکردیم فاطمه بود که یک رویای دیدی نه که گفته یه مر... مرحل مرحله یا جای بزرگی بود یا یه بیابونی بود و بعد تو این بیابون بزرگی بود اونجا یه دری بود تعداد زیادی در جمعیت بودن کنار هم دیگه و پشت سر هم دیگه این باید بگم که بشنوم از مسیرم خارج نمی شدم و یا اونجا پشتش اونجا یه دری بود رو به روش دری بود یا و اونجا ما دیروز هم همینطور که دعا کردیم که خداوند واقعا این کلید رو به ما ببخشه و همین این دعا بودیم که اینجا خدای هدایت کرد همون کلید کلید روح که شاه کلیده که اونو داشته باشی خواهی دید که زندگی تو دگرگون خواهد شد و این یه چیزی هست که دوباره میگم که یه چیزی هست که باید قدم رو برداری و وقت رو بذاری برای رول قدس همینطور زمانی که با او هستی ما نمیتونیم الان توی گناه زندگی کنیم و با کل شقی زندگی کنیم و بعد از این اینجا بیایم بگیم روح القدس من میخوام با تو آشنا بشم خیلی مهمه که بدونیم که اگه واقعا میخوای با او آشنا بشی و ملاقات داشته باشی باید ببینی که چه چیزایی که در زندگی تو اشکال داره و اونجا میتونی بگی رول واقعا میخوام اطلاع اعتراف میکنم و میخوام کمک کنم من میخوام از این محیط بیرون بیاد من میخوام بیام شه تو مطمئن باشین روح القدس طوری صحبت خواهد کرد تو رو هدایت خواهد کرد بعد از یک ماه دو ماه خواهید دید نتیجه رو در زندگیتون میبینی و امیدوار هستم برای کلیسامون برای کلیسای دیگه هم که اونجا گوش میکنن واقعا این روح قدس مثل واقعا یک گنجی پیدا کنن جستجو کنن با اون بم بشن کلام خدا میگه در من بمان و من در تو میمونم اونجا ثمره خواهین آورد. آمین اگر به روح زیست کنید به روح هم رفتار کنید این آیه هست که آخرین آیه در حالاتیان باب بنج بیست و پنجه یا خداوند روح القدس ممنون هستم که تو اینجا هستی و این حتی از ضعف منم استفاده کردی خداوند که بتونم اون کلامی که برای من و برای کلیسا هست خداوند و کلیسای دیگه هست خداوند تو اونجا یا صحبت کنی و یا چشمای قلبمون باز کنی نه فقط در مورد, صحبت در مورد تو صحبت کنیم روح نه فقط دنبال تو بیاییم فقط از تو سو استفاده کنیم بلکه روح واقعا تو این اشتیاق رو در قلب ما روشن کن خواهش میکنم خداوند خداوند نکسر این کلام واقعا اونجا دزدیده بشه بلکه واقعا نشون بده اگه این ملاقات رو با تو نداشته باشیم و در این ملاقات بمونیم خداوند خداوند اونجا خداوند روش نخواهیم کرد و این حیاتی که برای ما داری نمیتونیم سیست کنیم پس بیا خداوند هدایت کن در این قسمت خداوند ما رو ببر همینطور که پولس گفته برای ما همه روشن کن روشن کن رول قدس که اینجا پولس گفته که خداوند روح هست و جایی که روح خداست اونجا آزادی هست خداوند ما میخوایم همه این اینو زندگی کنیم جایی که روح روح خداست اونجا آزادی هست همینطورم هم این کلامی که اونجا گفته خداوند ما با چهره باز به جلال او نگاه میکنیم و از جلال به جلال متبدل میشیم طوری که با وسیله خداوند که روح هست انجام میشه خداوند هدایت کن کمک کن این بینندگان همینطورم هم که نگاه میکنم و همین هم همی طورم هم ما خداوند هدایت کن که واقعا در این قدس و لغداس زندگی کنیم و تبدیل بشیم خداوند شکرت میکنیم خداوند و یا امید من و امید ما تو هستی تشکر میکنیم و جلال رو به تو میدههیم آمین آمین